زبانهای بومی یا گویش‌های بومی. زبان پارسی چون در ایران پس از اسلام زبان فراگیر فرهنگی دیوانی بوده است، با آهنگی بسیار تند دگرگونی یافته است، اما زبان‌ها و فرهنگ، زبان‌ها و گویش‌های بومی از آن روی که در جغرافیای تنگ و بسته کاربرد داشته‌اند کمتر دگرگونی یافته‌اند. نیاکان زنده زبان پارسی‌اند. ریخت‌های کهن‌تر را در این زبان ها می توان یافت. یک نمونه واژه‌ای است که در کردی و گویش پارسی کرمانشاهی هنوز روایی دارد، و ندیک یا وندیگ به معنی شیشه پنجره یا در است. من میانگارم در جستار برهانهای خود را آوردم که این میتواند بود که ریختی از واژه ادونک پهلوی باشد که ریخت‌های نوتر آن آینه و آینه است. نمونه دیگر از گره گشایی های این نیاکان زنده سرواژ ها، مصدرها را ما به دو گونه بخش می‌کنیم از دیدی. یکی سرواژهای راستین میتوانیم اشنامید، دو دیگر سرواژهای برساخته یا مسترهای جعلی. سرواژ راستین چیست؟ بسیاری از شما بگوان میدن سرواژی است که بر پایه بن گذشته ساخته می شود. سرواژ برساخته کدام است؟ سرواژی که بر پایه بن اکنون می سازیمش و می گردانیمش، صرف می کنیمش. رستن سرواژ راستی، رهیدن سرواژ برساخته است، گسستن گسلیدن. برتافتن برتابیدن، ناختن نازیدن، مستن موریدن. مستن را ما امروز در پارسی به کار نمیبریم، به جای اون موییدن کاربرد یافته است، اما در چند واژه مانده است. در مستمن، در مستی. گاهی ما با سرواژهای برساخته روبرو هستیم که سرواژ راستینشان در زبان پارسی یک سره به کناری نهاده شده است. اون نمونه ای که میخواهم آورد یکی از این سرواژ هاست. باریدن سرواژ برساخته است در پایه با
بن اکنون است. بن گذشته و سرواژ راستین آن چیست؟ من گمانی زدم استادان زبانشناس برجسته در این بزم هستند. اگر در این گمان، در این انگار لغزیده هم، شادمان خواهم شد که به من بگویم. این انگار و گمان همچنان بر پایه زبان و گویشی بومیست. زبان کردی که یکی از کهن‌ترین و نژادترین زبانهای بومی ایرانیست. کردان به هوایی که بارانی خواهد بود یا به بارش باران میگویند وشت. هوا وشت است، هوا بارانی است. این وشت میتواند بن گذشته باریدن باشد. وشت، واش، باش که کوتاه شده است و نرم به بش، مانند کاش که شده است کش. آقاش، آقش، آغار، بش، بار، کشکار، آقش، آغار. بر این پایه میتوانیم گفت که ریخت کهن باریدن، ریختی که بر بن اکنون استوار شده است، میتوانسته است که بشتن باشد. این نکته را هم میافزایم، گفتار را به پایان می‌برم. یکی از ویژگی‌های ساختاری زبان‌ها و گویش‌های بومی آن است که دو سویمندی ناساز و پادینه دارند. یکی سویمندی گذشته گراست، یکی سویمندی آینده گراست. اندک زمانی است که نوشته می شود. ریخت‌های آینده واژه را آشکار می دارند، به همون سان که می توانند ریخت‌های گذشته را آشکار می دارند. همچنان در کردی و در گویش فرمانشاهی واژه هست که از این دید یاد کرده نیست. واژه بش، بش به معنی بهره است یا دهش ایزدی، بهره آسمانی، اون توان و نیرویی که خداوند به کسی میدهد. میگویند فلان بش دارد، نیرویی دارد که در دیگران نیست. خب این ریخت آینده واژه پارسی بخش است. ریختاری در زبان شناسی آوایی تاریخی ما هست، اون همین است که شیء ایستا ساکن بیوک، اگر پیش از شه یا شین جای بگیرد می افتد، سترده می شود. شاپا شده از شاپ، آتش شده از آتش، سرانجام فرو کاسته از تش. در باره از زبان ها و گوشان میگید شهری یا بومی نامدار
بوده است در فرارود به بافته‌ای ابریشمین، در آن می‌بافتند پرآوازه و شیر. نام این بوم وخش بوده است. سعدی هم در بیتی از بوستان این ریخت را به کار برده است. شنیدم که در خاک وخش از مهان یکی بود در کنج خلوت نهان. وشی یا وشی آجده بافته‌ای بوده است در وخش می‌بافته. از این نمونه ها فراوان می‌توانم آورد، به همین چند نمونه بسنده می‌کنم. می‌انگارم با من همراه و همداستانی که استادی دانشور پژوهنده مانند دکتر عرفایی راستی گنجیست گران، زیرا اگر چنین پژوهندگانی نباشند این زبانها از میان خواهند رفت، اونچنان که بسیاری از اونها به دریغ باید گفت از میان می‌روند. زبان از دید من بسیار ارزش سالها پیش در سخنی که در بزمی در شهر میراندم گفته ای بر زبان من رفت که گسترش و آوازه یافت. گفتم که اگر واژه‌ای از گویشی از زبانی بمیرد ایرانی بیداردل جان آگاه خیشتن شناس ایران دوست به سوم خواهد نشست، بزم پرسه خواهد آراست، آوازه در خواهد افکند که فلان روز در فلان مسجد گرد هم خواهیم آمد تا در مرگ این واژه بگوییم. مرگ واژه بسیار دریغ آمیز و دردانگیز است، زیرا هنگامی که واژه‌ای می‌میرد بخشی از فرهنگ و پیشینه ما را با خود می‌میراند. واژگان را ارج بنهیم، بکوشیم که نمیرند. نیز کسانی را که ارج و ارزش واژه ها را میدانند از مردنشان پیش میگیرند، مردانی چون استاد عرفایی از درگاه دادار دادگستر برای او زندگانی دراز و دیریاز آرزومندم. خوش میدارم این واپس این سخن را بیفزایم که مردان مستقیم یادی از آن کرد. چند روز پیش در بیمارستانی در مونیخ برادر من میر کمال الدین به ناگهان از جهان رفت. هنوز نمیدانیم چرا. او شیفته ایران بود. در دانشگاه گوتینگن و دانشگاه مونیخ پس از اون که در رشته زبانشناسی از دانشگاه تهران کارشناسی خود را ستاند، کارشناسی ارشد و دکتری خود را به دست آورد. در رشته زبانشناسی تاریخی سنجشی
با درنگ بر زبان هندو اروپایی و به ویژه زبان اوستایی و پارسی باستان. در این بزم، این بزم باستانی، بزم بشکوه که سخن از زبانهای کهن ایرانی است، من شایسته دیدم که یادی از او برود. سپاس گزارنده باشم. از دستانی بانده بلند، از دستانی بلند.